احترام گذاشتن به علما، نه به خاطر اینکه ذاتش، بلکه به خاطر اینکه عالم شریعت هست، به خاطر اینکه وارث پیامبر هست. علما وارثان پیامبران هستند. پیامبران درهم و دیناری را به ارث نگذاشتند. آنچه که به ارث گذاشتند علم هست، که هر کس از این علم ارثی ببرد، ارث بزرگ داشته، بهره‌ای داشته باشه. علم انبیا چیه؟ علم خداشناسی است، علم فهم دین هست، فهم سخنان خداست. که هر کس بهتر اینو داشته باشه، خب ارث بیشتری برده. این ارث انبیا علیهم السلام هست. و همان گونه که ما مأمور شدیم، امر شدیم، مأمور هستیم به احترام به انبیا و بزرگداشت انبیا، بایستی کسانی که وارثان انبیا علیهم السلام هستن هم احترام بذاریم، زیرا اینها دین را به ما رسوندند. اگر ما علما وارثان پیامبر را احترام نذاریم، ارزش دین، اهمیت دین از قلبها بیرون میره، دین دیگه ارزشی نداره. یک عالم به خاطر این مورد احترام قرار میگیره که وارث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و گفتیم ارث پیامبر هم چیه؟ علم هست، خداشناسی است، فهم سخن خداست، فهم دین خداست، دعوت به دین خداست. پس احترامی به علما احترام به دین هست، و یعنی اینکه هیبت دین در قلب هاست، دین در قلب ها ارزش داره. ولی وقتی که شما میایید علما را اهانت میکنید، توهین میکنید به علما، یعنی چی؟ ارزش دین دارید از بین میبرید، هیبت دین از قلب ها برداشته میشه. هر کس هر چی بخواد میگه. یک عالم گرچه هم اشتباه کنه، احترام شما خواهیم داشت و با ادب در برابر حتی اشتباه او صحبت میکنیم، نه اینکه با اهانت انسان بخواد با علما برخورد کند. علمایی که وارثان پیامبر هستند، دین را به ما رساندند، قرآن را به ما رساندند. شما دقت کنید وقتی که در مورد کسانی که دین را به ما رسوندن انسان اهانت کند، تحقیرشون کنه، چه ارزشی در این قضیه برای دین میمونه؟ و چه انسان تقوایی حتی در دلش داره؟ چه احترامی نسبت به دینش داره، به کتابش، حتی به آن چیزی که نقل شده؟ هیچ گونه اعتمادی دیگه نداره، نه اعتماد به قرآن داره و نه اعتماد به آنچه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. بدین خاطر اینی که قرآن خونده نمیشه، قرآن رو تحریف شده میدونن، یا ادعا میکنن که قرآن قابل فهم نیست. همه اینها میبینیم که ارزش و هیبت و مکانتی که علما در دین داشتن از بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم که دین را به ما رسوندن از بین میره. وقتی شما هیچ ارزشی برای کسی که دین را به تو رسونده قائل نیستی، خب این دین توسط کی به تو رسونده شده؟ غیر از این از طریق علما به تو رسیده تا حالا، تا الان که هست، دین کی به ما رسونده؟ حتی در جاهای دوردست، در دهات، در روستاها، یه عالم، یک ملایی هم که بوده و تونسته دین مردم رو حفظ کنه، نماز مردم رو حفظ کنه، مسجد حفظ کنه، جای احترام هست. هر کس در حد توان خودش خدمت به دین کرد، باید احترام شود.
نه اینکه بگیم خب این ملای بی سواده، بی سواد بوده، ولی همین ملا تونسته مردم رو جمع کند، پنج وعده برای نمازهاشون. دین در میان اونها مونده. اگر همین کسی که شما میگید ملای بی سوادم نبود، خب دین هم در از بین مردم، از میان مردم میرفتی که